به تازگی ویدیویی از رضا فیاضی، بازیگر ایرانی سینما و تلویزیون، توی فضای مجازی منتشر شده که تغییر چهره عجیب و شدیدش باعث تعجب کاربران زیادی شده. این تغییرات اونقدر زیاد بوده که کاربران رو از این گذر عمر اون بسیار متعجب کرده. در این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه، اگه به ویدیوهای ما علاقه مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. رضا فیاضی متولد 15 تیر 1332 در اهواز، بازیگر و کارگردان ایرانیه. فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبایی تهرانه که از تئاتر مدرسه شروع کرد و قبل از انقلاب توی 23 سالگی با سریال گلباران جلوی دوربین رفت. عبدالرضا فیاضی به عنوان فرزند اول توی محله آمری اهواز به دنیا اومد. دو برادر و 6 تا خواهر داره و پدرش راننده تاکسی و کارگر شرکت نفت بود و مادرش خانه‌دار. اون میگه پدرم قبلا یه ازدواجی داشته که همسرش و دخترش و پسرش فوت میکنن و بعد با مادرم ازدواج کرده. من وقتی به دنیا اومدم پدرم حواسش نبود و شناسنامه برام نگرفت، تا اینکه بعد 6 ماه با ملی شدن شرکت نفت قرار شد شرکت نفت به کارکنان خودش حق اولاد بده. وقتی این مطلب اعلام شد، پدرم تازه به صرافت افتاد که برام شناسنامه بگیره، که رفت با نام عبدالرضا برام شناسنامه ای گرفت. اما قبل از اینکه شناسنامه داشته باشم یا بعد از گرفتن شناسنامه، با نام عبدالرضا من رو با نام ملی به جهت ملی شدن صنعت نفت خطاب می‌کردم. با اجرای تئاتر توی مدارس در دوران راهنمایی و دبیرستان کار غیرحرفه‌ای خودش رو شروع کرد و بعد از گرفتن دیپلم به خاطر علاقش به تئاتر مشغول ساخت فیلم کوتاه شد. من ورودی سال 1354 دانشگاه تهرانم و مرضیه برومند خانم سال بالایی ما بود. یه گروه تشکیل داد و من با اونها کار تئاتر می‌کردیم. در نهایت یک سال بعد توی سال 1355 من و خانم برومند یه سریال به نام گلباران بازی کردیم که ایشون نقش ننه سرما و من نقش طوفان رو داشتم. توی سال 57-58 در فیلم چریک تارا به کارگردانی بهرام بیضایی در کنار سوسن تسلیمی بازی کرد که این فیلم بعد با روی کار اومدن انقلاب توقیف شد. بعد از مدتی از انقلاب تئاتر رو دوباره شروع کرد. بعد سال 1361 با مجموعه اولین بار که در انقلاب شرکت کردم به قاب تلویزیون برگشت. در سال 1369 توی مجموعه آرشگاه زیبا شناخته شد. بعد سال 1374 با مجموعه قصه های تابتا یا زیزیگولو در نقش جمالی به اوج شهرت رسید. ایشون توی سال 1377 هم در مجموعه عاقبت نقد فروشی، عاقبت نسیه فروشی کنار مرحوم رضا ژیان خیلی درخشید. اما به تازگی ویدیوی از آقای بازیگر منتشر شده که تغییر چهرهش بسیاری از کاربران رو متعجب کرده. رضا فیاضی با چهرهی تکیده و موهای یک دست سفید و بلندش، با لبخندی که گرمای مهربونی رو به مخاطب القا میکنه، به بیان شیوا و فصیح عید نوروز رو توی قالب متنی زیبا بیان میکنه و احساس کاربران رو نسبت به کلماتش متحول میکنه. چهره پا به سن گذاشتش و موهای در هوا رها شدش حس پختگی افکار و اندیشه یه مرد رو به خوبی به نمایش میذاره و توام احساس دلگیر گذر عمر رو به چشم میکشه. اون بازیگر کم حاشیه‌ای بود که مخاطبان خاص خودش رو همراهش داشت. اون در جایی میگه من و همسرم از سال 1355 به مدت 26 سال با هم ازدواج کردیم و به دلایلی سال 1381 از هم دیگه جدا شدیم. از ازدواج اول یه پسر به نام علی و یه دختر به نام بهار دارم. علی مهندس کامپیوتره و توی شرکت نفت مشغول به کاره و بهار تحصیل کرده دکترا توی آلمانه. رضا فیاضی 4 سال بعد از طلاق اول توی سال 1385 با یه خانم پرستار به نام فریده علم‌بیگی برای بار دوم ازدواج کرد. 4 سال بعد از طلاق از همسر اول، رضا فیاضی توی صحنه از کار بازیگری دچار مسمومیت از ناحیه سر شد که برای بخیه زدن به بیمارستان رفت و اونجا بود که با خانم پرستار فریده علم‌بیگی آشنا شد. فریده علم‌بیگی میگه سر ایشون دقیقاً 12 تا بخیه خورد. از اون روز به بعد ایشون به بهانه‌های مختلف به بیمارستان میومدن. یه روز میگفتن که سرم درد میکنه، یه روز میگفتن که بخیه هام رو چک کنید. بعد از ظهر به بعد که میشد
منتظر بودیم که ایشون به بهانه‌ای وارد بیمارستان بشه، تا اینکه 10 ماه بعد از اولین آشنایی این رابطه به ازدواج ختم میشه. خانم فریدم قبلا یه بار ازدواج ناموفق داشته. اون از همسر اولش 2 فرزند داره که هر دو ازدواج کرده و بچه دار شدن. رضا فیاضی میگه ما از طرف ایشون نوه‌دار شدیم. رابطه من با فرزندانش واقعا گرمه و هر جا که از من بپرسن چند فرزند داری میگم 4 فرزند و 2 تا نوه. در مورد تفریحات مشترک، هر دوی ما خیلی به مسافرت علاقه داریم و سفر یکی از دغدغه‌های مشترک ماست و رسیدگی به باغچه هم جزو علایق هر دو نفرمونه. رمان مردی با لاک قرمز در سال 1394 اولین کار منه که به چاپ رسیده و رمان دیگرم پرسه در پاریس هم در سال 1397 توسط انتشارات بوتیمار منتشر شد. کاری هم در دست دارم که در مورد زندگی یه جوان معروف، مشهور و محبوبه که در اوج شهرت و محبوبیت دچار یه بیماری لاعلاج میشه. مدتی توی تهران خیلی اذیت شدم. ترافیک و شلوغی و بوق اذیتم میکرد، به حدی که گاهی میخواستم از ماشین پیاده بشم و یقه مردم رو بگیرم. خلاصه شرایط روحی و روانی خوبی نداشتم، تا اینکه به پیشنهاد همسرم به کیش مهاجرت کردیم و چند سالی اونجا بودیم و الان هم بین تهران و کیش در رفت آمدیم. توی کیش برای بچه‌های علاقه‌مند به هنر کلاس برگزار کردیم و الانم کتاب فروشی دارم که ارزون ترین کتاب فروشیه که توی کیش وجود داره. ما عرب زبانیم که بعضیا انتقاد میکنن که چرا میگید عرب زبان، شما عربید، ولی من میگم من عرب ایرانیم، اول ایرانی و بعد عربم. آقایان محمد حاتمی بازیگر و مجتبی کاظمی فعال تئاتری کودک از جمله شاگردای من بودند. همینطور فیتیله یا کار تلویزیونیشون رو با من شروع کردن. البته اونا آموزش رو قبل از همکاری با من یاد گرفته بودن، ولی شروع کار تلویزیونیشون رو با من بودن. همچنین رامبد جوان و پوپک خواهرش توی کودکی در فرهنگسرای بهمن برنامه بازی شادی نمایش رو با من کار کردن. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.